و یا آب نباید خورد، یا حالا آب بدن موجب گرفتاری میشه، یا بحث‌های مربوط به اون بیراه است. به نظر من ما راه‌های ساده‌تری برای حل این مسائل داریم. به همین جهت است که حتی فرض کنید مثلا در ارتش امریکا آمدن فکر کردن که یکی از گرفتاریاشون مسئله همجنسگرایی، آمدن گفتن don't ask don't tell، یعنی نه کسی بپرسه از کسی نه کسی بگه، و در نتیجه به مقدار زیادی مسئله رو در یه چارچوب دیگری بردن. همطور که گفتم بسیار از موضوعهای اساسی و حیاتی زندگی ما به این صورتی که ما نه میپرسیم و نه کسی میگه و بنابراین اونها رو در یه حریم دیگه نگه میداریم. اون راه ها رو داریم، ولی مطلبی که میفرمایید همچنان رو به عنوان یه واقعیت میتونم بفهمم. من به پیام ها رستم، دیدم مثل که مطلبی داشتید، به دلیل لطفی کردید اگه دلتون بخواد حرفی بزنید بزنید. خواهش میکنم، فقط خواستم اونو دیگه به اختیار خودتون میذارم. خیلی متشکر میشم، چون مسئله اونم حیاتی هستش، البته مشکل جهانی هستش، ولی خب ما هم بخشی از این دنیا هستیم و اون تو این مسئله بحرانی مسئله وطن پرستی هست، اونم یک جور پرستش هست، پرچم پرستی، وطن پرستی، همین پرستش هایی که مردم باید برن گوشت دم توپ بشن و فردا که کارشون راه افتاد اون بدبخت بیچاره که بچهش در پرپر میزنه جلوی بیمارستان و اونجا معلوم نیست که این وطن پرستی کرده تا حال الان کیه به دادش میرسه و اونجایی که بیکار میشه، اونجایی که محتاج میشه از اون وطن پرستی که ازش خواستن وطن پرستی بکنه از ناموس و حیثیت و و و و چیزای دیگه. تو این زمینه هم مردم ایران به خصوص نیاز به راهنمایی شما دارن. نه اختیار من راهنمایی میشم، البته مردم دنیا، ولی خب حالا این برنامه ایرانیه و خیلی متشکرم میشم اگه خودتون یک اشاره بعداً کنید. من یه اشاره کوچیک هم که روی خرد ببینید عزیز، من باهاتون موافق هستم، هر چیزی یه درجاتی داره. من این مفهوم پرستیدن رو حالا اگر در مورد خدا به عنوان همه خوبی ها میپذیرم، ولی جای دیگه نه. بنابراین تو این زمین ها نباید تون رفت. بعد از اون یه جمله بسیار قشنگی باز برتراند راسل داره، میگه بسیاری از مردمی که صحبت از کشته شدن در راه وطن حرف میزنن واقعا فقط هدفشون کشتن دیگران، یعنی این موضوع اصلا دلیلی نداره ما به اونجا بریم. نتیجتا متوجه هستم که این افراد و این تون روی ها گرفتاری است. علاوه تازه اصلا یه سوال جدی مطرحه که مسئول شما از وطن چیه، برای که اون چیزی که دولت رو تشکیل میده یه خاکه، یه جمعیته، یه حکومته و یه حاکمیت خارجیه، این ترکیب دولت دیگه. شما وقتی میگید میپرستم چی رو دارید میپرستید؟ مهمترینش احتمالاً انسانه و باور این انسانه. بنابراین اگر در اون چارچوب هستید اولین اصلش اینه که آزادی رو قبول کنید و عدالت رو و دشمنی نکنید. بنابراین مفهوم دوست داشتن یه چیزی به معنی دوست داشتن همه چیزه، نه به مفهوم تنفر از چیز دیگری. اشکال کار این باورهایی که شما روش دست میذارید اینه که اساس ظاهراً بازی عشق، واقعیتش مسئله تنفره. این درست همون چیزیست که من مثلا برای که فرزندم رو تحریک کنم میگم ببین این چه پسر خوبیست یا مثلا گوش به حرف من میده. من از این طریق دارم اون یکی دیگر رو تنبیه میکنم که تو پسر خوبی نیستی برای که گوش به حرف من نمیدی. اینا بازی‌ها رو باید فهمید. متأسفانه باهاتون موافق هستم که تو این زمینه‌ها مسئله رو در این حد و سطح نباید برد. و بعد حرف دیگری تو کلام شما بود ولی باور من هست، به دلیل تقدس انسان، چه باور مذهبی داشته باشید که اشرف مخلوقات، خلیفه خدا بر روی زمینه، صورت و مثال خداست یا هر چیز دیگری، و چه اگر باور مذهبی و الهی ندارید، انسان به عنوان یه موجود آزاد، عاقل، اخلاقی هرگز قرار نیست در پیشگاه هیچ بتی، در پیشگاه هیچ بارگاهی قربانی بشه. هرگز ما به بهانه حتی اصول اخلاقی نمیتونیم انسان رو فدا کنیم. انسان اصله، انسان نه وسیله است و نه کالاست. شی نیست شخص، وسیله نیست هدفه. هیچ انسانی نردبان هیچ چیز نیست. هیچ انسانی قرار نیست به پای هیچ بتی به هیچ شکل و فرمی قربانی بشه، برای که هدف سلامت و سعادت اون انسانه که شما با کشتنش در این تضاد و تناقض استدلالی خودتون گیر میکنید. پس بنابراین ما میتونیم همه چیز رو به خاطر همه چیز احتمالاً بخوایم، اما هرگز نمیتونیم هویت و حیثیت و کرامت و جان هیچ انسانی رو به پای هیچ بتی فدا کنیم. در این باره کاملا باهاتون موافقم، هر چی میخواد نامش باشه. اون تقدس رو اگر بپذیریم
اون امتیاز و برتری رو اگر بپذیریم به هر گونه که باور داریم، اون وقت است که میتونیم به مقدار زیادی آسوده باشیم. خوشحال هستم که موجب این گفتگو شدید. عقیده منه اگر نظری مختلف و متفاوت دارید لطفاً و حتماً اون رو نگه دارید. اگر با من هم عقیده اید در خصوص صحتش کمی شک کنید و آماده برای گفتگوی مختلف و متفاوتش باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.